با توجه به اینکه در رودمپ جدید 2024 امنیت شبکه یک سری تغییرات به وجود اومده، منم گفتم که بد نیستش که بیایم امروز در مورد آپدیت جدیدش صحبت بکنیم و ببینیم که در سال 2024 2025 سالهای پیش رو چجوری میتونیم از صفر به 100 در حوزه امنیت برسیم. تا آخر این برنامه با من همراه باشین تا با هم دیگه در مورد مدارک و مسیر جدید حوزه امنیت با هم صحبت کنیم. دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدین به کانال گارد ویژه. مثل هر یک شنبه باز با یک ویدیوی جدید در خدمتتون هستم. با توجه به حمایتی که از ویدیوی قبلی داشتیم و همینطور سوالاتی که روز به روز داشت افزایش پیدا میکرد و همینطور توی تلگرام و اینستاگرام از من میپرسیدین، گفتم که بد نیستش بیام در مورد رودمپ جدید صحبت کنم، رودمپ 2024. حالا پیش خودتون فکر میکنین که خب 2024 نصفش گذشته و الان ما وارد 2025 داریم میشیم، 6 ماه دیگه، در حالی که نه، رودمپ ها کلن اینطوری نیستن. یعنی وقتی که یک سرتیفیکیت جدیدی وارد سیستم میشه دیگه برای اون سال نیست، سالهای بعدی تا 4-5 سال همون میمونه، فقط یه مقدار شاید نوع سوالا تغییر بکنه. به خاطر همین رودمپ 2024 قابل استفاده در 2025 و حتی 2026 هم هست. بدون معطلی بریم با هم دیگه صحبت بکنیم که چه مراحلی رو باید بگذرونیم که از یک آدم مبتدی صفر در حوزه امنیت به یک کارشناس امنیت حرفه‌ای بتونیم تبدیل بشیم. هم که داشتم میگفتم کارشناس حرفه‌ای و اینا، یاد اون برنامه قبلی افتادم که اکسپرت پروفشنال میگفت. حالا بگذریم بریم با هم دیگه وارد قسمت 1/5 بشیم، جایی که لازمه ما در مورد هر چیزی اطلاعات داشته باشیم. آره، قبلا خیلی مثلا 4-5 سال پیش شاید هم بیشتر، موقعی که شما می‌خواستین وارد کار امنیت شبکه بشین، اگر فقط ISMS بلد بودین اوکی بود، اگر فقط سرت بلد بودید هم اوکی بود، اگر یک نیروی بودین برای SOC و SIM اون هم اوکی بود و قرار نبود که جاهای دیگه بخوان از شما استفاده بکنن. ولی امروزه قضیه فرق کرده، کار امنیت به عنوان یک کار تیمی و گروهی داره جلو میره و اینطوری نیستش که شما فقط در مورد یک موضوع تخصص داشته باشین. نه اینکه باید در مورد کلیه موضوع ها تخصص داشته باشین، ولی حداقل باید تا 60-70% اون اطلاعات رو بلد باشین. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا شما میخواین وارد امنیت شبکه بشین، حتما باید از ترابل شوتینگ شبکه، خود شبکه، نتورک، انواع شبکه ها، نرم افزار، سخت افزار، اسمبل کردن سخت افزار، همه اینا رو باید بدونید. اینکه کدوم کمپانی، کدوم دستگاه داره چجوری کار میکنه، کدوم مدار داره چجوری کار میکنه، باید اطلاعات داشته باشین. همه اینا توی دوره جدید مهمه. شما با این اطلاعات وارد یک تیم امنیتی میشید، نه به عنوان کسی که میخواد فقط صرفا کار سیم یا SOC رو انجام بده. اما ما چجوری میتونیم این اطلاعات رو به دست بیاریم؟ خب خیلی راحته، دوتا منبع خیلی قوی ما داریم، یکی مایکروسافت، یکی کامپتیا. خیلی مدارک خوبی رو ارائه میدن، یعنی شما میتونید 0-100 تمامی این چیزایی که بهتون گفتم رو تو این برنامه ها یاد بگیرین، برنامه که نه، تو کورس های آموزشیشون یاد بگیرین. اما کدوم یکی از مدارک هستن که میتونن به درد ما بخورن؟ اینجاست که دیگه وارد کامپیوتر بشیم. اینجا رو نگاه کنید، توی سایت کوکسرا ما یکی از مدارکی که خیلی میتونه به دردمون بخوره گوگل سایبر سکیوریتی پروفشنال هستش، یکی از بهترین مدارکی که ارائه میشه و خیلی از کورسایی که داره پوشش میده بخش امنیت رو و همینطور معتبر هم هست. نگاه کنین، فونداسیون سایبر سکیوریتی پلیت سیف رو داره میده، تولز ها رو داره بهتون میگه. چه تولز هایی؟ هم لینوکس و هم SQL رو داره بهتون میگه، استا رو، ترت و آسیب پذیرا داره میگه. اینا همش برمیگرده به SOC. اینجا دیتیلشون هم داره، میتونه در موردش بیشتر شما مطالعه بکنید و تمام این لینک ها رو من تو قسمت توضیحات میذارم. اتومیت کردن سایبر سکیوریتی، تسک های سایبر سکیوریتی با پایتون. یعنی شما نگاه کنید برای یک امنیت شبکه شما چقدر میتونید اطلاعات به دست بیارین و چقدر اطلاعات لازمه که داشته باشین. یکی دیگه از چیزایی که باعث میشه ما این سایت ها به دردمون بخوره اینه که متوجه بشیم دقیقاً چه چیزهایی الان رو بورسه. بریم سراغ کامپتیا، همون که بهتون گفتم سکیوریتی پلاسش،
یکی از معتبرترین مدرک هاست که CH، من خودم حالا CHFI همینا رو من از همین ارگان گرفتم، یه جوری میشه گفت وصل میشه به وزارت دفاع آمریکا و اینکه خیلی معتبره. یعنی شما وقتی که اینو داشته باشین دیگه روی سنگ هم بذارین آب میشه، اینطوری میگن. کاری ندارم به تک تک این قسمتاش، لینکو میذارم شما خودتون بدین پیگیرش بشین. و نتورک پلاسشو داره که کامل در مورد تمام اون چیزایی که صحبت کردم توی این نتورک پلاس هست. یعنی شما هم سخت افزارتون قوی میشه هم نرم افزارتون. و قسمت بعدی سرتیفیکیتی هستش که آمازون داره ارائه میده و خیلی از شرکت ها دارن روی کلود آمازون کار میکنن. وقتی شما همچین سرتیفیکیتی رو AWS سرتیفیکیت کلود رو بخواییم بگذرونید، یکی از منابعیه که واقعا در آینده به دردتون میخوره، چون امنیت کلود خیلی توی IoT هم استفاده خواهد شد. باز جزئیات و کاری نداریم، چیزایی که داره اینجا به ما میگه رو چون که لینکشو براتون میذارم. و یکی از سرتیفیکیت هایی که گواهی هایی که تازگی ها اضافه شده بلو تیم و رد تیمه. وقتی شما این امتحانو میدید میتونید وارد تیم بلو تیم بشین. حالا ما قبلا وارد SOC و سیم میگفتیم میشدیم وارد سرت و اینجور چیزا، ولی الان ما به عنوان تیم آبیم که میتونیم توی فضای امنیت و سایبری فعالیت داشته باشیم توی یک شرکت معتبر. حالا چه چیزهایی داره به شما یاد میده؟ دقیقا همون چیزهایی که توی سیم یک کارشناس امنیت باید بلد باشه. آنالیز فیشینگ رو باید بلد باشه، دیجیتال فارنزیک رو باید بلد باشه، همون CHFI که خدمتتون عرض کردم، سیم رو که اصلا کلان خودش اوورده، اینسیدنت ریسپانس رو باید بلد باشه. دقیقا هر چیزی که ما توی SOC به دردمون میخوره در قالب تیم آبی داریم. حالا یه سری هستن میخوان وارد تیم قرمز بشن، میخوان وارد تست نفوذ بشن، دیگه به عنوان یک مرجع جداگونه تیم تست نفوذ نداریم، ما تیم قرمز رو داریم، رد تیم رو داریم. که اون چه مدرکی رو باید بگیرین؟ مدرکی که باید بگیرین اینه، PGPT مدرکیه که برای تیم تست نفوذ ارائه میشه و شما خیلی راحت میتونید با این مدرک وقتی که این دوره رو بگذرونید، حالا اگر اونایی که خارج از کشور هستن میتونن 250 تا رو بدن و مدرک معتبرشو بگیرن. بعد ولی کسانی که نمیتونن این هزینه رو تقبل بکنن یه حرکت دیگه میتونن انجام بدن. بیایید پایین صفحه اینکه نوشته چجوری میتونیم برای امتحان آماده بشیم، تمامی اینا رو شما میتونید یاد بگیرید و به عنوان یک هدف برای خودتون نگه دارید که وقتی که اینا رو بلد باشین در اصل شما میتونید ثابت کنید که این مدرک رو دارید. چون خیلی از جاها میدونن که ماها تحریم هستیم و نمیتونیم این مدارک رو بریم بگیریم، پس چه بهتر که از این سرفصل ها بخوایم استفاده بکنیم. مثل چی؟ مثل لینوکس و پایتون، متدولوژی هکینگ میتونیم یاد بگیریم، وایرلس هکینگ رو میتونیم یاد بگیریم. تمامی مباحث مباحثیه که داره توی رد تیم ازش استفاده میشه. خب دیگه چی میخوایم؟ اما بریم یه دیگه بهتون نشون بدم. من توی این قسمت اومدم به شما گفتم که مثلا سرتیفیکیت گوگل خیلی خوبه و فلان و اینا، ولی خود سایت کوخسرا که یه همچین فضایی به شما میده، یکی از بهترین سایت هایی که شما میتونید ازش کسب اطلاعات و آگاهی داشته باشین. مثل چی؟ نگاه کن اینجا من زدم توی سایبر سکیوریتی، میام تو صفحه اصلیش، اکسپلور رو میزنم، تو قسمت اکسپلور میام مثلا توی اینفورمیشن تکنولوژی مثلا خودش رو میزنم. نگاه کنی اینجا شما میتونی یه سری مدرکی که براتون اوورده رو بگیرید. گوگل IT ساپورت هست، مایکروسافت سایبر سکیوریتی هست که خیلی هم معتبر و خوبه، بعد گوگل IT اوتوماسیون ویده پایتون، تمامی اینا رو شما میتونید خودتون استفاده بکنید برای اینکه بدونین خود دنیا و شرکت ها چه چیزی رو نیاز دارن، چه کارمندی و چه نوع کارمندی نیاز دارن. حالا من زدم تو قسمت سایبر سکیوریتیش، ببینید برام یه سری از کورس ها رو آورده.
گوگل سایبر سکیوریتی آورده، فورتینیت آورده، مایکروسافت آورده، بعد یونیورسیتی مریلند آورده. تمامی اینا میتونه برای شما یک مرجعی باشه که بدونین توی این قسمت سایبر سکیوریتی دنبال چی باید بگردین. اما شما میگین که خب ما الان این مدارک رو رفتیم گرفتیم، ولی یک چیزی انگار کم داریم. چی کم داریم؟ مهارت. مهارت یعنی چی؟ یعنی ما باید خودمون رو آداپته کنیم با اون چیزی که شرکت میخواد. خب من الان خودم به عنوان یک رد تیم میشناسم، کسی که میتونه تو اون فضا کار بکنه، ولی شرکت چی نیاز داره؟ رد تیم خیلی مبحث جنرال و کلیه. ما چجوری میتونیم به جزئیاتش برسیم؟ اینجا میتونید شما از یک راهکاری که خودم استفاده میکنم استفاده بکنی. اونم چیه؟ این که وارد لینکدین شین. ببین بهتون دوباره تو کامپیوتر نشون بدم. ببین من تو قسمت لینکدین سرچ رو میزنم، خب مثلا میگم آقا اسکوسی میخوام. اینجا برای من یک سری از شرکت ها رو میاره. خب میبینی الان مثلا اورنج سایبر دیفنس آورده. اینم که قبلا بهتون گفتم چیه. اینجا داره به شما میگه که من چیا رو لازم دارم. میبینی؟ حالا اینجا که داره قسمت بنفیتش رو میگه کاری نداریم. چیزهایی که شما باید بلد باشید باز آورده اینجا. به صورت کلی شما وقتی که یکی دوتا از این جاب آفرها رو باز بکنیم به شما کامل نشون میده که چه چیزی رو نیاز داره. خیلی راحت نگاه کنید دوباره توی SOC. اینجا شما یک سری دیتیل دارین که خیلی خوب براتون نوشته که من چه چیزهایی رو میخوام. حالا کاری نداریم به انگلیسی فرانسه، شما میتونید راحت ترجمه بکنید که اصلا بحث قابل گفتن هم نیستش. اینطوری شما میتونید خیلی راحت با کمترین هزینه ممکن بفهمید که شرکت ها چه مهارتی رو نیاز دارن. از اینجا اطلاعات دیتیلشون رو به دست بیارین و روی همون قسمت ها شروع کنین کار کردن. کلی هم منابع هست، چه توی تلگرام، چه توی یوتیوب، چه توی اینترنت، هر جایی که بخواید منابعش هست. فقط کافیه که شما بدونین دنبال چی باید بگردید. قسمت بعدی و یه جوری میشه گفت قسمت آخره این که شما چجوری میتونین خودتون رو به صد برسونین اینه که یک سری پروژه رو انجام بدید. خیلی از پروژه ها هستن که توی اینترنت درخواست داده میشه برای کسانی که بیان انجام بدن و براشون پول پرداخت بشه. از کمترین شروع کنین، از قیمتهای پایین شروع بکنین، چیزهای ساده، یواش یواش برید بالاتر. اونم نمیخواید؟ اوکی، برید با یک آموزشگاه، برید با یک بانک، با یک شخصی حتی صحبت بکنین که وبسایت داره. شروع کنین روی وبسایتش کار کردن، ولی دانسته بهش بگین که من میخوام به صورت مجانی روی وبسایتت کار کنم، آسیب پذیریاشو پیدا بکنم و دو دسته تقدیمت کنم که بخوای بری در موردشون فکر بکنی و اگر لازم بود برات امنش بکنم. شما باید همچین پروژه های زنده رو انجام بدین. راهکارش زیاده. یه سری از کارهایی که خودم قبلا انجام دادم و میتونم بهتون بگم. اگر دوست داشتین میتونین بهم بگین که در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. ولی به هر حال شما باید از یک جای شروع بکنین که یک سری از کارها رو انجام بدین. من راه خودم رو رفتم، میتونم به شما بگم، ولی شاید راه من راه مناسب شما نباشه. بگردید پیدا بکنین که چجوری میتونید از داشته های اطرافتون استفاده بکنین تا کسب تجربه کنین در محیط زنده و واقعی. یه نکته هم بهتون بگم، البته دوتا میگم. اینکه اگر شما خیلی دوست داشته باشین این ویدیو رو، حالا با لایک و سابسکرایب و کامنت میتونید به من ثابت بکنین، چون خیلی ها هستن هنوز میبینن سابسکرایب نکردن. من میتونم بگردم در بین آموزشگاهی که توی ایران هست پیدا بکنم اون کلاسی که خیلی به در شما میخوره، مختص به یک رشته و حوزه کاری خاصی هستش، بهتون معرفی بکنم و بگم که آره این کلاس برای این که شما تبدیل به همچین شخصی بشین، همچین رولی رو بگیرین مناسبه. این برمیگره به اینکه شما چقدر بخواید ریاکشنشون بدین و چقدر استقبال کنین از این جور ویدیوها. میخوام کارتون رو راحت‌تر بکنم که نخواهید با یورو و دلار پول بدین، حداقل توی ایران کلاس داشته باشی که بخواید مدرک رو بگیرین. چرا؟ نکته دومم، هر موقع شما میخواید برین وارد شرکتی بشین، به غیر از مدارک دانشگاهی که دارید که میتونم نداشته باشین توی ایران، البته نه تو خارج، مدرک معتبره، یک گواهی سرتیفیکیت امنیتی باید داشته باشید. دیگه خیلی اون شرکت باید رو شما
حساب باز بکنه که شما رو بدون هیچ گونه مدرکی بخواد قبول بکنه. حتما شما باید یک مدرک داشته باشین که اگر میگی من میخوام برم تو تیم آبی، این مدرک رو داشته باشی بگی که آره اینم مدرکم. اگر میخوام برم تو تیم قرمز، این دوتا مدرکم، یعنی که من این کارا رو انجام دادم. حتی یکی از اون مدرک ها میتونه همون پروژه باشه که شما در موردش مینویسید و یک مقاله، یک گزارشی تهیه میکنید که توی رزومتون میتونید از اون استفاده بکنید و به رزومتون اضافه کنید. خب دوستان عزیز، این بود تمامی مسیری که در سال جدید اضافه شده بود. شما میتونید این برنامه رو با برنامه قبلی میکس بکنید و اون چیزی که مد نظرتون رو پیدا بکنید. خیلی نمیخواستم پیچیدش بکنم، خیلی ساده اومدم بهتون گفتم که فقط یه دلیل داشته باشین برای اینکه به این هدف نرسید و اون هم اقدام خودتون باشه. راه ساده تر از این وجود نداره و فقط کافیه بعد از اینکه این ویدیو رو دیدید از فرداش شروع بکنی بر خودتون پلن ریزی کردن و طبق اون پلن به طرف خواستتون حرکت کنی. مراقب خودتون باشین. برنامه بعد دوباره میبینمتون. تا اون موقع لایک و سابسکرایب و حمایت فراموش نشه. به امید دیدار، خدا نگهدار.